آرم سلام آرمین، حال شما خوبین؟ خوبی، مرسی، ممنون. خیلی من خیلی کوتاه صحبت میکنم، فقط میخواستم تشکر کنم از برنامه های خیلی خوب شما و اینکه یک نکته خیلی کوچیک فقط میخواستم بگم که اگر ما آتئیست ها به اطرافیانمون یک چون آتئیست شدن فقط برای من که حداقل اینطوری بوده با یک جرقه به وجود اومده، اگه مثلا بیشتر از هر چیزی این کمک میکنه که به کسایی که به ما بلیف دارن و ما رو خیلی دوست دارن این جرقه رو بهشون بدیم. مثلا خود من میخوام داستان آتئیست شدنم رو بگم که چجوری پیش اومد. من اگر کسی به من میگفت که مثلا به پیامبر، زمانی که مسلمان بودم، به پیامبر یا اماما یا مثلا اینا مثلا کسی توهین میکرد، من شاید درگیر میشدم باهش. ولی خانوم من یک کتابی بود به نام تپورزا، داشتم میخوندم، یک جای نوشته بود که پیامبر گفته به امام علی که به ای علی به زنت، به زنت چب زفاف چیزای ترش نده، به خاطر اینکه نازا میشه و چه بسا زن نازا از حسیر زیر پا هم پستره. این فکر میکنم صفحه 27 اگه اشتباه نکنم تبورزای، کتاب تبورزای. بعد من اینو برای خانومم خوندم، گفتم این نظر چی مثلا چطوری؟ گفت اینم از ادبیات پیامبر ما مثلا. گفت اینم ببین از چه ادبیاتی داره. منم توی یک خانواده فوق‌العاده مذهبی و اوریجینالی به اصطلاح افغان به دنیا اومده بودم، اونا بزرگ شده بودم، ولی این یه جرقه وقتی یک کسی که مثلا نمیتونستم بذارم تو گوشش، نمیتونستم چیزی بگم بهش، بگم مثلا تو چرا همچی حرف میزنی و یه جوری مثلا این جرقه رو در من ایجاد کرد، چون فردی بود که دوستش داشتم و نمیتونستم به اصطلاح جوابشو بدم و وقتی این حرفو زد، با اینکه هنوز خودش مسلمونه، ولی همین جرقه‌ای که برای من ایجاد کرد، کم کم من رفتم به سمت مطالعه و کتابای به اصطلاح که شک من بیشتر شد و بیشتر شد و بیشتر شد تا اینکه بعد از حدود مثلا 3 ماه تا 4 ماه بعد دیگه من یک آتئیست کامل شدم. این چقدر رومانتیکه، یعنی عشقت به زنتون باعث شد که اسلام رو ول کنه، یعنی انقدر زنتون رو دوست داشتین که یک پیغمبر رو فکر میکردین که پیغمبر رو انقدر دوست دارین، ولی وقتی پیغمبرتون یه حرفی زد که اهانت به زن شما بود، شما به پیغمبرتون گفتین که خب من زنم رو بیشتر از تو دوست دارم، برو گم شو. دقیقاً. و مادرم تا هنوز الان که مثلا منو میبینه، وقتی مثلا دستش به من میخوره، سری میره دستشو میشوره، میگه تو نجسی، تو نمیتونم ایتیستی و تو مثلا. ولی خانومم نه، مشکلی نداره با ایتیست بودن من، ولی هنوزم یه جورای گیر کرده بین اسلام و ایتیس و اینا، ولی خب مثلا اماما و اینا رو قبول نداره، مثلا فقط یه اسمی از اسلام قبول داره، یه اسمی میگه یه خدایی شاید باشه و فلان و اینا. خب چیزه، ولی خب این من نظرم اینه که خیلی فشار نیار رو کسی که ببین لازم نیست کسی با ما هم نظر باشه کامل که بتونیم دوستشون داشته باشیم، درسته؟ یعنی بعضی موقع ها من، البته برای هر کسی موضوع فرق میکنه و بستگی داره، ولی من بعضی موقع ها دیدم بعضی کسایی که خیلی رابطه خوبی با مثلا زنشون و شوهرشون دارن، این اصرار این که با من هم فکر شو، مثلا حتما تو هم آتئیست شو و اینا، خیلی مثلا باعث اذیت میکنه، یعنی خیلی مهم نیست، میدونی؟ خب من وقت شما رو نمیگیرم، میذارم بقیه دوستان صحبت کنن و خیلی خوشحال شدم. مرسی که گفتی، خیلی رومانتیک بود اسلام تر کردن شما، یکی از رومانتیک بود، مرسی که گفتی. خواهش میکنم، خیلی ممنون، متشکرم، سلامت باشید. خدا خداست.